الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، سلام، وقتتون بفرمایید. بخیر. وقت الو، شما بخیر. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، 27 سالمه، تک فرزن هستم و فوق لیسانس ریاضی دارم، در واقع ریاضیات محض میخونم. من سوالی که از شما داشتم اینه که من بارها و بارها توی صحبتاتون شنیدم که از احساس خالی و تنها بودن شما صحبت کردیم. من خیلی این موضوع رو توی خودم حس میکنم و کارهایی هم انجام دادم که در واقع بتونم این احساس از بین ببرم یا حالا مدیریتش بکنم، ولی متاسفانه موفق نبودم. خواستم که حالا شما راهنمایی کنید. خب آخه چرا شما تک فرزندید میدونید؟ من 6 سالم بود که پدر مادرم از هم جدا شدن. من در واقع برادر داشتم که وقتی که من 1 سالم بود اون 3 سالش بود و فوت شدن، و در واقع چون رابطه خوبی نداشتم پدر مادرم دیگه بچه دار نشدم و 6 سالم هم که بود پدر مادرم جدا شدن. آخ شما با کی زندگی میکردید بعد از 6 سال؟ من با مادرم زندگی میکنم در حال حاضر، یعنی بعد از جدایی با مادرم بودم و خب حالا دادگاه در واقع صلاحیت رو ندادن به پدرم که حضانت منو داشته باشن، و حدود 10 سالم من بود که دوباره مامانم ازدواج کردن و با ناپدریم زندگی میکردیم که حدود 1 سالم هست که ناپدریم فوت شدن و در حال حاضر من و مادرم تنها زندگی میکنم. خب اگر من خدمتتون عرض کنم که من در ایران دارم زندگی میکنم، ژاپنی و فرانسوی و روسی بلد نیستم، شما تعجب میکنید؟ یکی آدمی هست که تو ایران متولد شده، بزرگ شده، زندگی میکنه. شما همه چیز زندگیتون با مسئله کم‌مهری و جدایی و اختلاف و آدمای تازه و که اصلا برای کودک مناسب نیست رو برو بودید عزیز. یعنی شما معلومه که دختر بسیار باهوش و توانایی هستید و ضمناً به دلیل اینکه برای حفظ خودتون سیستم حسی و احساسی رو خاموش کردید و فقط خواستید موضوع رو بدونید و بفهمید، و به همجاز که تو رشته هم که رفتید با یه ذهنیتی همراه با شاید بشه گفت تفکری که جنبه تجریدی و انتزاعی داره که در خصوص ریاضیات هست، اونم ریاضیات محض هست، خودتون رو همراه کردید. یعنی میشه متوجه بود عزیز، بنابراین من و شما ایرانی معلوم زبانهای دیگه بلد نیستیم، مادام که در ایران زندگی میکنیم و کلاس زبانی نمیریم. شما احتیاج به دو چیز دارید، یکی احتیاج این است که با یه خانم روانشناسی گفتگو کنید که یه مقداری آنچه که در شما وجود داره قابلیت ها و توانایی ها و استعداد ها اونا رو به کار بیاندازه. دوم که شما یه شبکه ای از دوستان میخواید، حتی اگر این دوستان اونقدر باب طبع شما نیستند و یا در بسیاری از زمینه ها در ارتباط با اونها، گفتگو با اونها، فعالیت هایی که دارید، یعنی ما در بستا خودتون بیشتر میدین، تازه تو ریاضیات ما در رابطه اصلا تعریف میشیم، مثلا حتی پدیده‌های جهان بر اساس رابطه تعریف میشن، انسان اصلا با رابطه تعریف میشه و بعدم نوع روابطی که اصلا ما رو میسازه، جهان بینی ما رو، باورهای ما رو، احساسات ما رو، احتیاجات ما رو، جدول ترجیحات ما رو. و این یه چیزی است که خب شما بهتون همه تحمیل شده، هیچ تقصیر و گناهی هم به هیچ شکل و فرمی متوجه شما نیست، ولی الان درست مثل کسی که از ایران آمده امریکا باید انگلیسی یاد بگیره چون در ایران انگلیسی بلد نبوده، شما هم باید مهارت‌های ارتباطی و مثلا رابطه‌های برابر رو یاد بگیرید، نه رابطه‌ای که شما را با پدر یا مادر یا یکی از اونها داشتید که رابطه فرماندهی یا فرمان برداری و در حقیقت یه سیستم مبتنی بر سلسله مراتبه. یعنی اون کمبودا اونجاست عزیز، مثل کسی که از ایران بیاد امریکا بگه من زبان این مردم رو نمیفهمم یا اونا من رو نمیفهمم، خب خیلی عادی و طبیعی است، ولی این کار دو جنبه رو باید داشته باشه، چون برخی از اوقات یه سرنخهایی است، یه مثل یه چیزی میمونه که باید از وجود شما بیرون کشید که اون کار یه روانشناسی که توصیه‌ای بهتون بکنه، ولی شما باید وقتتون رو پر کنید و شما باید هر جایی که میتونید برید سراغ دیگران. یعنی اگر آدم ها مثلا در هفته یه دونه مهمونی یا دو تا مهمونی میرن، شما با 4 تا بدید، برای که بتونید اینا رو جبران کنید و خودتون در معرض این ارتباطات و تنوع این
ارتباطات قرار بدید، و الا همطور که خودتون گفتید هم میتونید جدا باشید و هم میتونید خالی باشید، ولی بدتر از همه اینایی که تنها باشید، برای که در تنهایی رسیدن به این نتیجه است از درون که من بدم تو بدی، و نتیجه رابطه هم ما رو بدتر میکنه. و بنابراین حتما در آغاز مقدار مقاومت ها و مخالفت هایی از ناحیه خودتون برای ایجاد ارتباط است به دلایل و بهانه های مختلف، ولی مثل منی که تشنه هستم، حالا خیلی اهمیت نمیدم که لیوان آب تمیز است یا خیلی کثیف است، ولی اگر 2 روز آب نخوردم که به این چیزها اهمیت نمیدم، و شما هم باید اونو پر کنید عزیز. و راهش هم اینه که شما حداقل کار رو بکنید و بیشترین رو صرف بودن با دیگران، اونم در شرایطی که مختلف و متفاوته، یعنی گروه های مختلف، باید برید کوهنوردی، باید توی برنامه اجتماعی و هنری شرکت کنید، با جمعی فقط برید تو مال های خرید، برحال اونجا اوقات رو بگذرونید و خودتون رو با چیزهای مختلف و متفاوت آشنا کنید، تا درست مثل کسی که میخواد یه زبان یاد بگیره با اجزا و قسمت‌های مختلف لازم اون زبان شما رو آشنا و نزدیک کنه. درسته. حالا در زمینه روانشناسی که فرمودین، من خیلی اوضاعم در واقع خرابتر از این حرفا بود که بخوام مثلا الان فقط تازه رسیدم به احساس خالی و تنها بودن، یه سری مسائل رو با روانشناسم حل کردم، یه مدتی دارو مصرف کردم. دارو برای چی مصرف کردی؟ دارو برای چی مصرف کردی؟ برای افسردگی. خب ببینید، شما رو به اون ورطه کشوند. افسردگی چی؟ فقط تشخیصشون روی من افسردگی بوده و من آسنترا استفاده کردم مدت 2 سال. به هر حال داروتون یه مسئله است، ولی مسئله اصلی و اساسی ذهن شماست عزیز. ببینید، شما یه ذهنی دارید که 2 تا نکته است، یکی تیکایش خالیه و یه مقدارم جابجا شدند، یعنی مثل که چشم و ابروتون جابجا شد. خب خیلی راحت با توجه به زمینه روانی میشه جاشون درست کرد. و دوم یه چیزای خالیه، یعنی شما یه چیزایی رو یاد نگرفتید عزیز، برای که اینا در ارتباط. همینه که من اینقدر با داشتن فرزند تک مسئله دارم. بعدم وقتی فرزند تک پدر مادر از هم جدا میشن، اینجا نه تنها پدر و بعضی از اوقات مادر و بعضی از اوقات ندارن، خواهر و برادری هم نیست. یعنی یه نوع تداوم و استمرار زندگی یا به نوعی وسعت زندگی رو از اونها میگیره. یعنی که من اصلا تعجب نمی کنم از حالی که شما میگید، ولی الان راحتش جنبه جبرانیش. یعنی شما مثال میست که تا به حال ورزش نکرده، حالا به دلالی باید ورزش کنه، یا زبان نمیدونه باید بخونه، و این رو باید به صورت دوا بهش نگاه کنید، به عنوان یه تصمیم یا یه انتخاب نگاه نکنید، یا شد نشد این کار رو نمیتونید بکنید. ولی خوشبختانه بعد از 2-3 سال، چون اون هوش هست، توانایی هست، به هر حال شاهد خیلی چیزا بودید، حالا به اونا نزدیکتر میشید و با واقعیت آشنا میشید. بنابراین شما هر وقت یه جمعی هست، مثلا تو این جمع میتونید یه ارتباط سنگین داشته باشید که با یه عده برید سینما بشین 2 ساعت فیلم ببینید، نه، یه جایی برید که برخورد هست، گفتگو هست، تفاوت، تنوع چیزهای مختلف و متفاوته، و خودتون رو با این جنبه ها و جلوه های مختلف زندگی آشنا کنید. گفتم خوشبختانه مدت کوتاهی بیشتر نمیخواد، مثل آدمی است که بعد از 1-2 ساعت که براش توضیح دادن علاقمند به بازی فوتبال یا بسکتبال میشه، حالا اگر نه برای بازی کردن، برای تماشا کردنش. اون مهارت ها رو باید پیدا کنید عزیز، و شما نمیتونید به گونه ای که یک هم باید به نوعی زنده میماندید، هم باید توجه و تاکیدتون رو به روی درستون میگذاشتید، برای که این تنها چیزی بوده که هم در اختیار خودتون بوده، هم کاملا پذیرفته و پسندیده بوده. ولی الان باید یه مقدار، حتی روزی 2-3 ساعتی، به اعتباری که معمولا ذهن آدمی مثل شماست، وقتتون تلف کنید و حروم کنید. به همین راحتی اینو به این جهت میگم که فکر نکنید خب فایده شد، من رفتم 2 ساعت تو این مهمونی و پارتی، گفتند و خندیدند و جوک گفتند و حرفای زده شد و یه چیزی خوردیم و آمدیم و یکی لوسبازی در آورد و یکی آدم جدی بود و
دو نفر اونجا با هم آشنا شدن، همه اینا معنای زندگی است دیگه، همه اینا نشون دادن یه زندگی است که اجزایش همین هاست. این درست، من کاملا جواب سوالم رو گرفتم، خیلی ممنونم ازتون. میتونم یه سوال دیگه در مورد ارتباطی که دارم بپرسم؟ فقط من 3-4 دقیقه فرصت دارم، اگر کوتاهش کنید خوشحال میشم. حتما بفرمایید. 3-4 دقیقه. من 2 ساله با یه آقایی در ارتباط هستم. حالا ما در واقع من از اولی که با ایشون یعنی دوست شدم، من بهشون گفتم که من هدفم اینه که از ایران برم و الان هم در واقع پروسه اپلای من شروع شده و حالا تو مرحله هم که دارم با استادا مصاحبه انجام میدم که برای آمریکا در واقع دارم اقدام میکنم. و حالا ایشون به من گفتن که شما برو مثلا اپلای که گرفتی برو یه مدتی که اونجا بودی میتونی مثلا حالا برگردی و اگه خواستیم مثلا حالا داخل ایران ازدواج کنیم و مثلا یکم شرایط من اینجا اوکی بشه، من اون چیزایی که لازمه رو نه انجام ایشون بدم. چند سالشه؟ مثلا نه ایشون چند سالشه؟ ایشون 29 سالشه. نه اخبرین عزیز، نه سب کنید، اولا ایشون باید به یه جایی رسیده باشه، دوم نمیتونید شما به بهانه اون آدم الان باز بیاد جدا و تنها زندگی کنید. ببینید یه همچین قراری، یه همچین تعهدی معناش این است که شما بیاید مثلا فرض کنید خارج، حالا با اینجا با هیچ کس رابطه نشید به خاطر اینکه باید برگردید با ایشون. نه نکنید عزیز، حرف این است که فعلا خداحافظ، تا بعد از اینکه برگشتم اگر تو آماده بودی و آزاد، منم آماده بودم و آزاد، باز با هم گفتگو رو ادامه میدیم. این بهانه خطرناکیه، شما باز دارید خودتون رو آویزون میکنید به یه چیزی که کاملا تو هواست. تا میشید میاد خارج، حالا حرف این است که خب من یه کسی رو در ایران دارم و او از من خواسته و یه تعهدی نسبت به او دارم، پس رابطه بی رابطه نکنید عزیز. اصلا مهم نیست که ایشون چقدر خوبن یا نیستن، اگه با شما هستن به مثلا، ولی اگر قراری کمی فاصله بگیرید فراموشش کنید. یعنی مثلا شما حرفتون اینه که ما اگه خواستیم ازدواج کنیم با هم ازدواج کنیم و با هم بریم؟ دقیقا، حسن. اگر فکر کنید خوبی تو هر چرا که نه، ولی قرار نگذارید تو بیاید عزیزم. نه بعد حالا یکم در مورد خصوصیات ایشون اگه من بخوام، نه اونا نه اصلا فرقی برای من نمی کنه. نه یه وقت دیگه اصلا، ولی اصلا ایشون بهترینه، بهترین ها برای یه آدمی مثل شما مناسب نیستن. نکنید ازدم شما، من نگران این بازی ذهنیتونم و این خیلی خطرناکه. یعنی یه پیام به من میدی که شما نمیخواید ازدواج کنید و دنبال بازی و بهانه میکردید. نکنید، یه وقت دیگه حتما بیاد. من خودم همیشه حس دارم که من همیشه میخوام ازدواج نکنم و از این بنابراین تشویق تو من خدمتتون مفصل کتک کاری کنم برسم. بنابراین لطف کنید تو بیا. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت. خیلی ممنون آقای دکتر.